در آسانه چهارشنبه سوری سرکردگان رژیم آخوندی از خطر خیزش جوانان برای امنیت نظام حراسان شدند. گزارشی در این باره. به گزارش رسانه های حکومتی 26 اسفند پاسدار رحیمی سرکرده انتظامی تهران بزرگ گفت برای چهارشنبه آخر سال درخواست پلیس از مردم این است که در خانه بمانند با برهم زنندگان امنیت قاطعانه برخورد می کنیم. به در طول سال جاری 522 قبض سلاح را کشف کردیم. در روزهای اخیر شاهد افزایش هزار درصدی کشف مواد محترقه و منفجری پرخطر در شهر بودیم. پاستار امجدیان سرکرده نیروی سرکوبگر ویژه تهران گفت مردم در چهارشنبه آخر سال در منازل خود بمانند و با این حال یگان ویژه از آمادگی در این روز برخوردار خواهد بود تا با افرادی که آرامش مردم را سرد می کنند برخورد کند. پاستار حبیبی سرکرده انتظامی فارس از کشف یک میلیون و هزار عدد مواد محترقه در آستانی چهارشنبه سوری خبر داد و با التماس گفت در چهارشنبه آخر سال از مردم درخواست داریم در منزل بمانند. پاستار مجید شجا سرکرده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به تجربه تلخ رژیم از چهارشنبه آخر سال در گذشته گفت با رفتارهای ناهنجار و پرخطر ایجاد راهبندان و پرتاب مواد محترقه و آتکزا که امنیت را مختل می کنند باید برخورد شود. جوانان از خرید و استفاده مواد محترقه جدا خودداری کنند و در خانه ها بمانند. پاستور کرمی سرکرده انتظامی اسلام شهر نیز گفت عواقب چهارشنبه سوری خطرناک است. در چهارشنبه آخر سال برخی از نوجوانان و جوانان رفتارهای غیر مسئولانه و غیرعاقلانه سال نو را تلخ می کنند. ستاد اجتماعی مجاهدین روز 19 اسفند طی فراخانی اعلام کرد در جنگ سرنوشت با کرونای ولایت به کوری چشم خامنه ای که خاموشی و خمودگی می خواهد در چهارشنبه سوری در هر کوی و برزن آتش بپا کنیم. با قیام آتش در چهارشنبه سوری به استقبال سال جدید می رویم. ایران را از اهریمنان امامدار پس می گیریم.